زمان که میگذره مردم آگاه تر میشن، خانواده های اونها به هر حال هر چی که میخوان، اونهایی که به ارزش ها رو به عنوان ضد ارزش در نظر میگیرن و خودشون به عنوان ضد ارزش به اصطلاح فاعل اون عمل هستند، به واقع خب فرزندانشون این گونه نیستن. میبینیم که زمان، پروسه زمانی که رو ما در نظر بگیریم، میبینیم در بین خانواده میبینن که اونها چه ناحق راهی رو میرن که در واقع از نام مردم استفاده میکنن اما علیه مردم هست. بنابراین خب این میشن علیه اونها. مردم تو این عصر که عصر رسانه‌های مجازی است، به واقع سری از ناسری تمییز داده خواهد شد، مشخص خواهد شد در واقع، و اونهایی که واقعا مسیح آقا اصلاح ناپذیرند مشخص خواهد شد. بنابراین حق با ناحق تمییز داده خواهد شد و اینجاست که حق از حق خودش دفاع خواهد کرد در مقابل بی‌عدالتی‌ها و ناحقی‌ها. و الان جنگ بین حق با باطل به شیوه دموکراتیک و مدنی است، چون مدنیت آگاهی ایجاد می‌کنه. شاید همین آقایی که به خودش احانت می‌کنه که همه اینها ناشی از جهل و ناآگاهی است، روزی برسه در یک پروسه زمانی به خودش بیاد، به اون موقع از خودش خجالت خواهد کشید. لذا اینها سربار جامعه هستند. در دنیا شما اگه ببینید یک ماری که به آدم زخم میزنه، خیلی آدم ها رو میکشه، از همون مار زخم مار هم دارو درست میکنه، میبینم مفیده. هر گیاهی، حتی هر چیز، چه جانوران و چه حتی اون بعضی از برگهای درختان هم که سمی هستن، میبینی که میشه از اونها دارو استفاده کرد و به نفع مردم، بسیار از مردم رو نجات داد. اما تنها چیزی که در واقع مفید نیست و ضررش متوجه همه مردم میشه و سمش به عنوان دارو برای مردم نیست، این رژیم هست. اگر شما واقعا جز این فکر میکنید، بیایید به من بگید که جز این هست. آسانترین و بدیهیترین و روشنترین دلیل هم میتونه این باشه که دستش تو خونه ده ها هزار مردم ایران آلوده است، ولو با هر توجی، اصلا آدم های بدکار، اصلا آدم هایی که صد در صد بد، بنابراین آدم های بد رو که نمیان اعدام کنن که در دنیای در هیچ، اصلا ما قرار نشد که رئیس برای خودمون انتخاب کنیم، ما اومدیم مسئول انتخاب کنیم، مسئولیت داشته باشه در برابر خواست ما، نه اینکه خواست خودش رو بر ما تحمیل کنه. بنابراین اینا مسئول خوبی نبودن و اون خواست و اراده ما که به اینها قدرت داد، در مقابل اراده خواست ما به جای مسئولیت ریاست بازی در آوردن و در واقع بعد همونهایی که اونها رو به مسئولیت رسوندن، نه ریاست، با ریاست بازی اونها رو به قتل رسوندن. خب پس این معلومی که اگر زهر مار در واقع میتونه یک دارو درست بشه و همونی که آدم رو میکشه و آدم رو نجات بده، اینها هیچ در واقع مرهمی نبودن، دارویی نبودن بر روی زخم مردم ایران، بلکه زخمها رو وسیع‌تر کردن و حتی این زخمها به چرکی تبدیل شده که بسیاری از مادران داغدار شدن. بنابراین ما در یک چنین شرایطی قرار داریم. حالا چجوری باید بگذاریم از اینها؟ آگاهی دادنه.
مثل همین آقا. این آقا اگه من اسمشو میدونستم، من خواهش میکنم، من خواهش کردم من شرط زم راجب من اگر این آقا رو میشناختم احتیاجی نیست آقای منصور محمدی عزیزم، ببینید من نمیبردم و در واقع چون نمیشناسم دارم میگم. ببینید اینا قربانیان یک نظام بله، اینا قربانی هم خودشون و بله بله دیگه. خب شما دیگه خیلی روشن، من خواهش میکنم راجع به موضوع صحبت کنید. بخواهش حتما صدا میکنم. بنابراین ما بهترین راه اینه که کار فرهنگی بکنیم و در کنار کار فرهنگی هم نبایست بگیم که مبارزه نکرد و راه های عبور از این رژیم رو در نظر نگرفت. چرا زمان کم؟ مردم به اون بحث رسیدن، مردم به انتها رسیدن، جان مردم به درد رسید. در کنار کار فرهنگی باید شدت مبارزات مبارزات مدنی رو شدت بخشید. یعنی اینجوری نباشه که ما منتظر بمونیم برای یک سال، دو سال یا ده سال کار فرهنگی، چون به اندازه کافی چندین نسل در واقع اینها حکومت کردن، زدن تو سر مردم ایران و فرهنگ درست و اخلاقی رو که مسئول بودن به مردم بیاموزن در واقع به اعمال غیر اخلاقی مرتکب شدند. لذا ما باید از اینها عبور کنیم. به چه شیوه؟ گفتم بارها، به شیوه انقلاب دموکراتیک که محصول دفاع مشروعی، یعنی ما از الان دفاع مشروعی باید در نظر بگیریم که این انقلاب دموکراتیک محصول در واقع دفاع مشروعه. جنبش ها به وجود اومد، جنبش ها سرکوب شده. اگه ما یک پله بیشتر در نظر بگیریم برای رسیدن به مطالبات خودمون و به حق خودمون، اون پله چی میتونه؟ عبور از جنبش باشه و تداوم انقلاب دموکراتیک. گفتم بارها هم گفتم و میگم تو اذهان دوستان بمونه، تو انقلاب دموکراتیک دیگه انقلابی نیست که ما یه ساعت مشخصی براش در نظر بگیریم. باید مدام در واقع حضور پیدا کنیم در خیابان‌ها و فریاد بزنیم که ببینید ما دست خالی داریم مبارزه می‌کنیم، یا آن که دست بسته هده بریم. اگر می‌کشن این دلیل بر حقانیت ماست. پس دنیا نباید سکوت کنید. بنابراین اگر همه مردم بریزن، مطمئن باشید انقلاب دموکراتیک به پیروزی میرسه. این انقلاب دموکراتیک به واقع جنبش نیست که 4 ساعت یا 5 ساعت یا 1 روز 2 روز بیان تو خیابون ها و بعد تمام شده تلقی بشه آقا صدای ما رو شنیدن یا نه. نه، باید به نحوی برنامه چید، به نحوی در واقع حضور در خیابان‌ها رو تنظیم کرد که به طور مداوم ادامه داشته باشه و لذا بشه در نهایت خروجی، در خروجی اون پیروزی باشه، یعنی تغییر ساختاری اون نظام. تغییر ساختاری این نظام دلیل بر این نیست که ما خشونت ببرزیم اگر اونها در واقع در برابر خواست ما خشونت می‌برزن. خشونت رو به واقع با خشونت جواب نمیدن، با مشتهای گره کرده، با دست خالی، اما حضور در صحنه به طور مداوم و متداول. لذا این در واقع انقلاب دموکراتیک نام داره و عبور کرده از یک جنبشی که تا به حال اگرچه صدای این به صدا افرادی که در جنبش حضور داشتن، مردمی که در جنبش حضور داشتن، صدایشون به گوش دنیا رسید، اما این نتونست تو گوش اونها رسید، اما از یک گوشی به گوش دیگه
عبور کرد و این گوش گرفت، گوش دیگه عبور کرده. ما باید در واقع پنبه از گوش این رهبران سیاسی دنیا برداریم، با حضور مداوم خودمون در صحنه مبارزات، در با حضورمون در خیابون‌ها که به واقع انقلاب دموکراتیک نام داره. سپاسگزارم. سپاسگزار از شما آقای محمد عزیزم. امیدوارم که مشکل پزشکی یا سلامتی برای شما پیش نیومده باشه. خوشحالم در کنار ما هستی. نه به فایده سرماخوردگی بوده. من فکر کردم که نکنه کرونا باشه، ولی به سرماخوردگی بوده، مشکل ندارم. سپاسگزارم. سپاسگزار از شما. خب دوستان عزیز، به پایان جلسه نزدیک شدیم. از آقای محمد عزیز دعوت کردم و دوستان عزیزی که به ما پیوستن، اگر مایلن فقط در پایان جلسه نکاتی رو در واقع بیان کنن و مایل هستن، چون این برنامه ضبط میشه، اصلا برای ضبط برنامه است، برنامه درست الان به صورت زنده است ولی اینا بازپخش میشه در شبکه های گذار. گذار در واقع یک شبکه ارتباطی است و دارای سایت گذار هست که حتما با اونجا سر بزنید. یوتیوب گذار هست، از کنم تلگرام گذار هست، فیسبوک گذار هست و البته تلگرام چندین شاخه کانال ارتباطی هست و این برنامه رو بعد از ادیت در اونجا خواهید دید به نام برنامه در واقع کلاب هاوس گذار، فرسوی گذار. بله اینجا محمد فتحی عزیز هم هستن که دوست عزیز ماست. من الان متوجه شدم برای ما محمد زیاد میمیه، ولی خوب دقت که کردم دیدم آقای فتحی عزیز هم هستن، ارادت دارم. بچه ها خوب. بله. دوست بچه هم ممنون که آقای فتحی عزیزم خوش آمدید. میدونم که صبورانه از ابتدا بودید و از شما هم بشنویم. دوستانی که در قسمت شنونده هستن، اگر مایلن و اگر مسئله امنیتی نیست، چون قطعا اینا برنامه عمومی، مایلن صداشون شنیده نشه و یا به هر حال هر محضوریتی که دارن به ما بگن، اگر سوالی دارن، اگر پیامی دارن، و در غیر این صورت ما به اطلاعاتون برسونیم برنامه هایی که تا به حال ضبط شده میتونید در همین کلاب هاوس به صلاح برنامه رو ببینید، از نظرات مطلع بشید. ما در این باور نیستیم که میخواهیم بگوییم به ما بپیوندید، با وجود اینکه سالهای سال است عزیزان همراه مردم در مبارزات شرکت دارند، از آقای بلدی، از آقای بامداد و دوستان دیگر، اما ما بر این باوریم که باید به هم بپیوندیم. این واژه رو فراموش نکنید. ما به یکی یا یک حزب نمیپیوندیم، ما به هم میپیوندیم و این به هم پیوستن جویبارها، کوچک و بزرگ، رودخانه ای خواهد شد که ساختمان معیوب ضد ملی و ضد بشری استبداد را برای همیشه خواهد برد و آن رود خروشان منسجم آن قدرت را دارد که دموکراسی را به عنوان ساختار قدرت و ساختار سیاسی نهادینه کند. فراموش نکنیم اگر دموکراسی فقط یک واژه است، در جهان این دموکراسی است، این مردم سالاری است که در واقع حرف اول و آخر را میزند. یعنی در مقابل دو نظام، ما در تمام جهان دو نظام بیشتر نداریم، نظام استبدادی و خودکامه یا توتالیتر و نظام های دموکراتیک. تفاوت ها هم بین دموکراسی ها زیاد است، بین دیکتاتوری ها هم تفاوت زیاد است، اما این دو شاخه اصلی است. مبارزه در ایران نیز دو عرصه بیشتر ندارد،
اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و عرض کنم که سلطنت طلب و جمهوری خواه و چپ و راست و میانه و مدی و مذهبی و غیر مذهبی یا در جبهه استبداد قرار دارند، چه استبداد گذشته، چه استبداد فعلی و چه استبدادی که در نظر دارند، و یا در جبهه مردم، یعنی در جبهه مردم سالاری که همان دموکراسی است. صحبت را از این جهت میگویم که برنامه های آینده راجع به راهکار هاست. ما با استبدادیون صحبتی نداریم، چون آنها مأموریت دارند و کوشششان این است که یا استبداد موجود را نگه دارند یا استبداد دیگری را جایگزین این بکنند. و به همین دلیل هم در جهت درست تاریخ نیستند. فقط آزادی خواهان و دموکراسی خواهانند که در جهت درست تاریخ، در جهت دانش و در جهت راه بشری پیش می روند. و این نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان صادق است. ما مردم جهان تصمیم گرفته ایم که قدرت داشته باشیم. فرق نمی کند در آمریکا باشد، در اروپا باشد، در ایران باشد. ما مردم وارد سهم روسیه و چین باشد، ما مردم وارد سهم شده ایم. و به خصوص ما که در ایران زندگی میکنیم میدانیم که این آزادی، آزادی انتخاب، آزادی انتخاب مسئولین چه اندازه برای ما حیاتی است. آقای محمد عزیزم، میکروفونتون رو باز کنید. ضمن خوش آمد، بفرمایید، از شما بگید. سلام و درود بر تمامی هم‌میهنان عزیزم. ببینید، بایستی مسئله استبداد وقتی بررسیش میکنیم ببینیم در نهاد فرهنگی ما این استبداد چگونه شکل گرفت. این امر جدیدی هم نیستش. مثلا در کتاب شاهزاده ماکیاول وقتی علت سرنگونی امپراتوری ایران رو به دست اعراب یا مسلمانان اعراب من باید میگم بررسی میکنه، به مسئله استبداد میرسه. میگه که سر مار وقتی زده میشه تن مار نمیتونه تصمیم بگیره. متاسفانه شو وقتی این در طول تاریخ ما همواره تکرار شده. این رو در دوران سرنگونی نظام پهلوی هم به راحتی ما میبینیم. وقتی که شخص پادشاه میره بدنه تصمیم نمیتونه میگیره، برای که یک نهاد استبدادی اونجا حاکم بودش، فقط شخص پادشاه تصمیم نهایی رو میگیره و مردم اجازه دخل و تصرف به تصمیمات نداشتن. اگر سخنی گفته میشد ساواک بود، بایستی پاسخگوی این اعتراضات باشه. و شروع وقتن کار را به جایی کشون که ما با این فاجعه روبرو شدیم. آنچه که در فرهنگ ما مستدر هستش، ما همواره مستبدی را با مستبد دیگری عوض کردیم. توی تاریخ ما همواره جریان داشته. امروز ما شروع وقتن توی صحبتهایی که من میبینم در سطح جاری هستش، بحث از بین بردن زیربنای استبدادی نظام حاکم نیستش، بس بر سر از بین بردن نظام حاکم هستش. ترس من اونجایی خواهد بودش که این نظام حاکم بره و نظام بدتر از این بیاد سر کار، به دلیل اینکه این باوری که اساساً انسان‌ها صاحب اختیار هستند و بار سنگین خوشبختی اجتماعی بردوش تک تک این انسان‌ها هستش توی فرهنگ ما نهادینه نشده. اینکه من مرتب اشاره می‌کنم به بحث فرهنگی، شما ببینید مثلا در نوع رابطه بین زن و مرد شما به راحتی مسئله استبداد رو می‌بینید. اینکه مثلا یک مردی به دلیل مثلا نیازهای جسمیش، جنسیش میتونه بره سیغه بکنه، زن دوم رو بگیره، اینا برآمده از اون استبدادی هستش که در فرهنگ ما جاری و مستتر هستش. مذهب هم آمده به این مسئله استبداد شکل چند لایه‌ای داده. یک جامعه‌ای تبدیل شدیم در ضمیر ناخودآگاهمون، یه جامعه مرید مرادی، غلام و بندگی هستش و بایستی در زیربنای فرهنگی بسیار بسیار کارهای شاق انجام بشه تا ما بتونیم این نهاد فطری رو در بستر جامعه از بینش ببریم. سوالی که من چند روز پیش کردم و متاسفانه با
با پرهاش مواجه شدن این بودش که آیا شاه یا پادشاه قانون یا قانون پادشاه هستش. فوری این ارزیابی که از سخن من کردن گویا فرمینامیز بود براشون. این آقا شخص شاه که نمیتونه قانون باشه. قانون باعث بیاد پادشاه باشه. این صحبت رو از این منظر زمانی ما میتونیم استبداد رو از بین ببریم که تو نهاد فرهنگی این رو مستقرش کرده بودیم. شما لزوماً با نوشتن بندی یا مادهی در قانون اساسی استبداد رو از بینش نمیبرید. اگر که فرهنگ جامعه اونجا باشه. باز تأکید من بر نهاد آموزش و پرورش هستش و اجازه بست و گستره فرهنگی نهاد دموکراسی هستش. خیلی ممنون. سپاس از شما. من از آقای بدیعی. اجازه بده آقای فاتحی عزیز. سپاس از شما آقای فاتحی عزیز. بفرمایید آقای محمدی. من جناب بدیعی عزیز از آقای فاتحی عزیز سال دارم. خب من آقای فتحی عزیز رو حدود دو روز پیش در واقع شرایطی به وجود اومد که شناختم کی هست. خب نمیدونستم چون من حدود 20 سال خوردی موقع که در روش دانشجویی بودم دعوت شده بودم آمریکا برای سخنرانی در شیکاگو که قرار بود که سخنرانی کنم. آقای دکتر حمید اکبری که استاد دانشگاه بودن، دکتر علوم سیاسی دارم، به هر حال اونجا ایشون آقای فتی عزیز با ایشون دوست صمیمی هستند که ایشون هم خیلی زحمت برای من کشیدن. اصلا فراموش کردم جز آقای دکتر اکبری دیگه کسانی که در اونجا زحمت کشیدن رو فراموش کردم که ایشون یادآوری کردن که به هر حال چه زحماتی رو متقبل شدن. خب خیلی خوشحال شدم با آقای فتی عزیز خصوصی خیلی صحبت کردم. خب ارادت ما بیشتر شد. این موضوع دو روز پیش در واقع پیش اومده و اما خب این دلیل بر این نمیشه که ارادتی که پیش دارم صحبتهایی رو که میکنه سوالی که تو ذهن من طرح میشه رو در واقع از ایشون نداشته باشم که پاسخ ندن. برای سال من از آقای فتی عزیز اینه که شما فرمودید که خب ما مشکلی اینه که کی میخواد به اصطلاح جای این نظام رو بگیره. آیا منظورتون این هست که باید سیاسی ها دست روی دست بذارن، مخالفین دست روی دست بذارن برای تغییرات ساختاری و نه اصلاحی جامعه بر ندارند، یا منظورتون یک چیزی دیگه ای بود؟ به هر حال سپاسگزار میشن که در این مورد توضیح بدید. یعنی این موضوع طرح شده از طرف شما به عنوان سوال در جلسه دیگری مطرح شده. خب اجازه بدید من اینطور که من فهمیدم، چون در صحبت امروزشون که من چنین چیزی ندیدم، ولی اجازه بدید خودشون در این زمینه پاسخ کوتاهی بدن. آقای فتی عزیز بفهم. ببینید من به هیچ وجه صحبت نکردم که هیچ سازمانی، هیچ تشکل سیاسی تشکیل نشه، هیچ نهاد مدنی به وجود نیاد. بحث من بر سر اهدافی است که ما میبایستی در بستر جامعه جاریش بکنیم. اگر اون رو مد نظر نداشته باشیم اساسا ممکنه قدرت سیاسی رو کسب بکنیم، ولی جامعه به سمت جلو نخواهد رفت مگر اینکه آن چیزی رو که من اجازه بدیم بگم که من به جای دموکراسی. آقای فتی عزیز، آقای شما به براندازی به شیوه دموکراتیک اعتقاد دارید یا نه؟ مسئله اعتقاد من یک مطلب، مسئله اینکه چه رو خواهد داد یک مطلب دیگری هست. من گفتم شیوه دموکراتیک شفاف با از سوال کردم، شفاف هم پاسخ. آقای محمدی اجازه بدید ایشون صحبتشون تموم بشه، اگر روشن نبود شما بفرمایید. ببینید آیا ما شرایط گذار به سمت یک جامعه بهتر به صورت دموکراتیک رو داریم تو جامعه ما یا نداریم؟ اگر داریم خب
فباها بریم به سمت اینکه از نهادهای مدنی استفاده بکنیم بتونیم این تغییرات رو انجامش بدیم. ولی شوربختانه ما اون شرایط گذار به مرحله دموکراسی که من و شما مد نظر داریم به هیچ وجه مهیا نیستش. سال هاست که حالا یا به دروغ یا به درستی، من اون بحث دیگری هستش، ایده به نام اصلاح طلبان 30 سال واقعا سر ما کلا گذاشتن، یعنی باورهای ما رو تجمع عبد کردن که میتونن جامعه رو اصلاح بکنن. منتها وقتی که من سوال میکردن که خب جامعه رو به کدام سمت میخوای ببری، چه چیزی رو میخوای اصلاح بکنی، پاسخی من نتونستم دریافت بکنم. اینکه شما از من میپرسین آیا ما میتونیم از بستر دموکراسی عبور بکنیم یا نه، اون ساختار تو جامعه کنونی ایران مهیا نیستش و تاریخا هم اساسا مهیا نبوده. اگر شما به من نشون بدین توی بردی از تاریخ ایران در یک جایی امکان این داشتش که از نهادهای دموکراتیک استفاده بشه، به من نشونش بدین. من در علم سیاست، در علوم سیاسی اول هدف هست، یعنی اون گلی که شما دارید تو سرتونه، بعد پلن تریختنه. آیا هدف شما میرید تو پلن و برنامه که آقا اون اصلا ربطی به اصلاحات است؟ ما همه میدونستیم که اصلا اصلاح طلبان برای بقای رژیم هستن. خب اصلا چرا وارد اون مقوله میشید؟ شما هدفتون یک، شما اومدید برنامه رو توضیح دادید که برنامه برای عبور از این رژیم، هدفتون چی؟ تا هدفی وجود نداشته باشه اون برنامه نمیتونه محقق بشه. اصلا به اصطلاح بیان کردن برنامه در واقع غیر علمیه، اصلا با حقیقت سیاست سازگاری نداره، حقیقت مبارزات سیاسی بخشه مبارزات سیاسی سازگاری نداره، چون در مبارزات سیاسی اول هدف هست بعد پلن و برنامه هست. آیا در هدفتون به براندازی خیلی راحت آره یا نه دموکراتیک اعتقاد داری یا نداری؟ آقای محمد عزیزم، اجازه بدید. آقای به نظر من سوال شما یه مقداری ناروشن. ایشون دارن میگن به نظر من شما به این رو چالش کنید. ایشون میگن زمینه دموکراسی وجود نداره، هیچ وقت در تاریخ ایران وجود نداشته. حالا شما دارید از ایشون میپرسید که آیا به این معتقدی یا نیستی؟ ایشون شما دو موضوع جداگانه رو در واقع طرح میکنید. آقای محمد عزیزم، آقای فتحی، شما درسته و این اگر جنبندی کنم از سخن شما، صرف نظر از براندازی و غیر براندازی و شیوه ها و همه چیزا، حرفتون اینه که زمینه دموکراسی در ایران وجود نداره، درسته یا نه؟ من درست؟ نه اینی که من و شما امروز نشستیم در کلوهاست داریم هم صحبت میکنیم، اینه که بسترش موجود هستش. نه شما گفتید بگم نیازش موجود هست، ضرورت نیازش موجود هست. در ایران میگم، نه با من برنامه راهبردی سیاسی میگم، نه که در با ماها گفتگو که داریم، بله سال هاست گفتگو در جریان هست، بس گفتگو نیست. شما زمینه استقرار دموکراسی به عنوان توجه بفرمایید، عنوان اینه استقرار دموکراسی در حقیقت برای جلوگیری از استمرار استبداد به عنوان تنها گزینه. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که در واقع، یعنی پس بنابراین عنوانی که انتخاب شده معتقده که این نظام استبدادی، معتقده که استمرار استبداد گذشته است که در صحبت شما همین بود و به درستی می‌فرمایید که در تاریخ ایران مثلا دموکراسی نداشتیم، اتفاقا استبداد ایران یک استبداد همون در فلسفه جامعه شناسی در حقیقت دسپوتیزمه، یعنی همون چیزیست که در روسیه هم غالب بوده، استبداد آسیایی بهش میگن دسپوتیزم.
که با دیکتاتوری بازم فرق میکنه، که مربوط به جوامع دیگه است، مثل هیتلر و مثل آلمان و ایتالیا و غیره. دسپوتیزم یعنی نوعی از ساختار سیاسی، توجه بفرمایید. دموکراسی واژه فقط نیست، ساختاره. مثل دموکراسی که اونم ساختاره. شما ولی این رو به نظرم شاید من برداشتم به اصطلاح نادرست بود. شما می‌فرمایید در جامعه ایران، البته تصحیح کنید اگر غیر از اینه، در جامعه ایران زمینه استقرار دموکراسی وجود نداره. درست میگم؟ از یعنی جمله شما؟ یکی صحبت از اینه که تو در جامعه ما وجود نداره که من بر این باور نیستم. در جامعه ما وجود داره. ضرورتش در سطح جامعه موجود هستش. شما از زمان انقلاب مشروطه رو شما بررسی میکنید. بله درسته. نیاز به ضرورتی بوده که این همه تلاش شده. تلاش ها متاسفانه نافرجام مانده تا کنید. بله. یعنی هنوز با نظام دموکراتیک مستقر نداریم. بفرمایید. بگید آقای محمدی. به سوال شما میره ایشون جواب میده. چون شما راجع به شیوه ها دارید صحبت میکنید. آقای محمدی. نه. شیوه براندازی یا شیوه اصلاً ساختن. بفرمایید. برسو شما نکتتون رو بگید تا ایشون جواب شما رو بده. بله. من نظرم بر اینه که هدف هست که ساختار رو تشکیل بده. هدف. من نگفتم که آقا هدفتون براندازی به شیوه به اصطلاح مسلحانه هست یا خیر، یا به شیوه خشونت هست یا خیر. من گفتم یک کلمه، آیا شما برانداز به شیوه دموکراتیک هستید یا نه، این هدف رو می‌نویسم. تا هدف وجود نداشته باشه ساختار ایجاد نمیشه و از طریق پننی که ساختار شکل میگیره. سوالتون رو مطرح کردید. خب اجازه بدید. درسته. سیاسیه. اینا رو من دارم میخونم. بنابراین کسی که میاد حاضر نیست بگه که من به شیوه دموکراتیک و مدنی هم خواهان براندازی هستم، خواهان تغییرات ساختاری هستم. آقا دو نوع به اصطلاح تغییر وجود داره. یا تغییرات ساختاری، یعنی ساختمان نظام باید بره به شیوه دموکراتیک، تغییر ساختاری به شیوه دموکراتیک، یا تغییر اصلاحی. حالا من سوال کردم آقا شما به براندازی یا تغییر ساختاری به شیوه دموکراتیک اعتقاد دارید یا ندارید؟ و هیچ وقت به من جواب ندادید. خیلی خوب، اجازه بدید پس آقای محمدی آقای فتحی ببخشید شما سوال مشخصیشون. من متوجه سوال براندازی به شیوه دموکراتیک باید زمینش مهیا باشه. آیا در ایران امروز با توجه به سلطه استبدادی ما زمینه اصلاح؟ آقای محمدی اجازه بدین شما صحبت کنم. آیا ما ابزار رو یا ساختار براندازی به شیوه دموکراتیک رو داریم یا نداریم؟ ممکنه در لحظاتی بر اثر فشار عقب نشینی تاکتیکی انجام بشه، اما اون لحظه ای دوباره برمیگرده مجلس رو به توپ میبنده. ما این رو دیدیم در طول تاریخمون. یه جا عقب نشینی کرده، اون طرف دو روز بعد که فرصت میکنه مجلس رو به توپ بسته، این فلان فلان شده. خب برای اینکه ما به ریشه ها نزدیم، به ریشه استبداد باید زده بشه، باید در بستر جامعه این مسئله دموکراسی رو، حقوق مدنی افراد رو، حقوق انسانی افراد رو باید نهادینش بکنیم، به طوری که فردا اگر یک به اصطلاح یک حکومت دموکراتیک هم سر کار اومد نتونه اجازه نداشته باشه، خود جامعه اجازه بهش نده. کماکان که الان مثلا زنان خود جامعه بهش اجازه نمیده اون کاری رو که میخواد انجام بده و توی ذهنش ذهنیت طالبانی داره رو نمیتونه انجام بده، داره کجدار و مریض رفتار میکنه، یه قدم به جلو دو قدم به عقب داره رفتار میکنه، به دلیل که ساخته در درون ساخته جامعه بخشی مسائلی نهادینه شده. خود حاکمیت، ذهنیت حاکمیت مستأصل مونده، نمیدونه چگونه عمل بکنه. گاه دیده میشه به زور اسلحه در خیابان میاد بازداشت میکنه، زندانی میکنه اینا.
منطقه پاسخ نیستش برای که مسئله نهادینه شده. من همه صحبتم برسنی که ما مسئله دموکراسی را میبایستی در بطن فرهنگی جامعه نهادینش بکنیم، به دلیل این هست که فردا اگر حاکمیت به اصطلاح دموکراتیک هم آمد سر کار، اگر برفرض مثلا پادشاه اومد سر کار، اجازه نداشته باشه ریاست بکنه، بلکه باید مدیریت بکنه. یکی از ویژگی‌های مدیریت اینه که من اگه یه جایی اشکال میبینم بیاد بررسی بکنه، نظر من رو بشنوه حداقل، نه اینکه ریاست بکنه. من رئیسم، شما اونجا زیر دست من هستید. اینجوری که جامعه رو نمیشه گذروندش. من یه نمونه من مثلا به شما بدم، شما میدونید، به نیکی میدونید، در فرهنگ مذهبی مذهب یهودیت چند همسری امر رواج داشته بوده. اما امروز فرهنگ حاکم بر ذهنیت جامعه یهودیت این رو گذاشتش کنار. حالا اگر فردایی مثلا به صورت تخیلی یه جامعه ایجاد بشه که نمیدونم یهودیت بخواد بر مسند قدرت بچینه، نمیتونه بیاد این مسئله چند همسری رو رواج بده. اگر به عنوان مثبت بهش نگاه بکنه، به دلیل اینکه فرهنگ جامعه این کار رو انجامش نمیده. همه این که من صحبت میکنم میگم آقا این رو باید در بستر جامعه این فرهنگ رو بیاریمش بالا، این فرهنگ رو روشش بدیم، این فرهنگی که آقای من که همون اول گفتم که در کنار کار فرهنگی ما به اندازه 44 سال معطل موندیم. زمان در واقع خیلی مهمه، ما نباید وقت کشی کنیم، زمان رو بکشیم. این که ما 20 سال 50 سال دوباره هم باید کار فرهنگی کنیم، پس ما یه در واقع هدفی رو دنبال میکنیم. اون هدف چیه؟ براندازی رژیم. براندازی شیوه های مختلف داره. یکی از این شیوه هاش به اصطلاح در واقع شیوه اصلاحیه، یعنی میگن که این ساختار باید باشه، اصلاحات ایجاد بشه و ما بتونیم تغییر از درون ایجاد. یه شیوه براندازیه. براندازی هم دو نوعه، براندازی به شیوه دموکراتیک، مدنی یا مسالمت آمیز، و یه براندازی به شیوه خشونته که دست به اسلحه میگیرن، خشونت میبرزن، یک سیستم رو براندازی میکنن، میگن که با قول معروف انقلاب خونین برخلاف انقلاب دموکراتیک هست که بالاتر از جنبش قرار داره. بنابراین من بارها گفتم که ببینید آقای فتی عزیز، شما اگر میخواید یه جای برید، از خونت میخواید حرکت کنی برای داروخونه دارو بگیری برای معالجه خود دکتر یا برید دکتر. بنابراین پس یه هدف داری که به یه جای برید. برای اینکه به اونجا برسی میگی یا من باید پیاده برم اینقدر زمان میبره، یا ماشین داشته باشم، یا اتوبوس بگیرم، یا ماشین کرایه کنم. پس راههای مختلف وجود داره. این هدف رسیدن به اون داروخونه یا مطب دکتره. بنابراین پس اول هدفه، بعد تجزیه و تحلیل میکنی که من چجوری باید برم. باید به شیوه اما ماشین برم، باید با اتوبوس بگیرم یا پیاده برم. لذا شما میای در واقع هدف رو میذاری کنار و شیوه رفت. آقای محمدی اگر ممکنه، آقای محمدی خلاصه کنید لطفا. شما هدفتون براندازی به شیوه دموکراتیک هست یا نیست؟ خب اجازه بدید فقط یک دقیقه شما اگر مایلید، اگر مایلید جواب بدید، چون مطمئنم آقای منوچهر محمدی شما رو به اصطلاح در محصول قرار نمیدن که جواب آره یا نه. مایلید یک دقیقه در رابطه باش صحبت ایشون چیزی بگید بفرمایید. ببینید من این رو گفتم، در آمریکا مثلا شما نگاه بکن، مارتین لوتر کینگ اون شرایط و اون فضا آماده بود که دست به اسلحه نبره، بلکه خواستش رو با تظاهرات بیاد خواستهای خودش رو تا حدودی نه صد درصد. حاکمیت سیاسی اون مقطع از تاریخ آمریکا به رسمیت بشناسه. آیا ما چنین ساختاری رو داریم یا نداریم؟
شما ببینید در یه مقطعی هر چقدر تلاش میکنی میبینی به جایی نمیرسی، ضرورت تاریخی ایجاب میکنی. یعنی در واقع شرایط مبارزه رو من تعیین نمیکنم، من نمیخوام دست به اسلحه ببرم، حاکمیت من رو حاکمیت تعیین میکنه. و الان در شرایط کنونی حاکمیت با تجربه نشون داده که راهی جز این که از دست به اسلحه ببری به عنوان وسیله میگم نه به عنوان هدف. شما با اسلحه اگر به قدرت برسی، وقتی به قدرت رسی تموم شد، دیگه نمیتونی اسلحه رو به دست بگیری، برای که تبدیل میشی به همون مستبدی که رقب بوده.